این بخش توی خودآموز قبل ما توضیح داده شد توی ورژن 10.04، ولی من اینجا یه توضیح کوچیکی دوباره در موردش میدم و اونم در مورد منطق کاری تایملاین فاینال کات. شما همونطور که اینجا میبینین یه صفحه خاکستری تیره وجود داره اینجا و بقیه این محیط خاکستری روشن‌تره. علتش اینه که منطق کاری تایملاین فاینال کات خیلی شبیه منطق تدوین فیلم هست، به این معنا که شما یه خط داستانی اصلی دارید که اگر قبلن میخواستی شما با نگاتیف تدوین بکنید، طبیعتاً اون فیلم هایی که از حلقه ها انتخاب میکردید و تو فیلم اصلیتون قرار میدادید که تدوین اصلیتون بود، اون فیلم خط داستانی اصلیتون به حساب میومد. این خط داستانی اینجا به اسم primary story line شناخته میشه که شما توی فاینال کات میتونیم به این شکل ببینینش. حالا اگر شما توی تدوین کلاسیک یه تیکه از فیلمو، به طور مثال این تیکه از فیلمو حذف میکردید، قطعا این تیکه فیلم واسه خودش نمیموند روی هوا، میومد میچسبید به این قبلیه. یعنی شما باید میومدید بعد اون رو میچسبوندید به قبلیه. این همین اتفاق توی فاینال کات وجود داره و اسمش مگنتیک تایملاینه. به طور مثال من اگر این تصویر رو حذف بکنم، اگر من بیام اینو حذفش بکنم، این تیکه فیلم واسه خودش اینجا نمیمونه، یاد وصل میشه به اینجا. همونطور که میگم شما نمیتونستید همینجوری رها بکنید فیلم رو برای خودش. اگر این برای شما یه ذره مخصوصا توی اولش آزاردهنده است، شما میتونید از این ابزار پوزیشن استفاده بکنید. به طور مثال اگر شما میخواید موقعی که این رو حذف میکنید کلن جاش خالی بمونه، از این ابزار پوزیشن میتونید استفاده بکنید و اگر حالا جا به جاش بکنید دیگه اینجا اون اتفاق قبلی نمیافته. این هستش که شما زمانی که این تصویر رو حذف کردید جاش یه نگاتیو خالی بذارید، یه نگاتیو، یه حلقه در واقع شفاف که هیچی دوش نیست اینجا قرار بدید. در این حال اگر شما بیاید یه تیکه فیلم این وسط اضافه بکنید، باز همین اتفاق میفته، باز دوباره این فیلم سر جاش نمیمونه، طبیعتا جلوتر میره. دقیقا این همین اتفاق توی فاینال کات هم میفته و شما اگر بیاید به طور مثال یه کلیپ رو این وسط قرار بدید، تمام کلیپ های بعدی هل داده میشن رو به جلو. همونطور که گفتم اسم این تکنولوژی مگنتیک تایملاین هست و به نظر من یکی از چیزهایی که واقعا از بزرگترین موهبات فاینال کاته. ولی اگر شما با سیستم قبلی که مثلا حالا مثلا پریمیر یا اویدی یا چیز دیگه کار کرده باشید، اولش ممکنه این ترک عادته یه مقدار اذیتتون بکنه، ولی زمانی که با این سیستم کار کردید و بهش عادت کردید، امکان نداره دیگه بتونید با اون سیستم قبلی کار بکنید و تدوین بکنید. اما اگر شما خواستید کلیپ هایی اضافه بکنید اینجا و حالا یه سری کلیپ دیگه داشته باشید چی؟ به طور مثال شما میخواین این کلیپ ها اینجا داشته باشید، این کلیپ حالا به طور مثال این کم اینجا داشته باشید، باز من با منطق قبلی فیلم و تدوین نگاتیو اینجا خدمتون توضیح میدم. فرض کنید شما این استوری لاین اصلی شماست، حالا یه سری شما اینجا کلیپ دارید و یه سری تصویر دارید که نمیدونید قراره اینجا استفاده بکنید توی این استوری لاین اصلی یا قرار نیست استفاده بکنید. در واقع این سکندری استوری لاین های شما همونو به حساب میان. اینا دیگه توی نوار اصلی شما و توی پرایمری استوری لاین شما نیستن. شما هرچی اینجا بیاین به کلیپ هایی که توی استوری لاین اصلی هستن اگر کلیپ اضافه بکنید، دیگه خود اینا به طور مستقیم نمیان توی این فضا قرار بگیرن، بلکه به اون کلیپ هایی که اینجا هستن میچسبن. اینجا اگه بخوام
نشون شما بدن، یه همچین اتفاق میفته. شما یا سکندری استوری لاین دارید که حالا بعدا در موردش صحبت میکنیم، یا کلیپ هایی که اضافه میشن به این پرایمری استوری لاین. حالا به طور مثال اگر شما اینجا تمام کلیپ هایی که مربوط به این صحنه ماشین هستن رو بخواید جابجا بکنی، خیلی راحت میتونید همین یه دونه رو انتخاب بکنی و بیارید جلو، به خاطر اینکه الان تمام اینا چسبیدن به همین کلیپ اصلی که توی خط داستانی اصلیتون بود. یه نکته خیلی مهمم در مورد اینه که این کلیپ هایی که به کلیپ های اصلی توی پرایمری استوری لاین وصل شدن، میتونید شما این آیکونشون رو جابجا بکنید. یعنی چجوری؟ مثلا شما فرض کنید الان این کلیپ اینجا وصل شده به این کلیپ و اگه من اینو جابجا کنم با این جابجا میشه. حالا ممکنه شما بگین که نه، این یکی در واقع به این کلیپ ارتباط داره. خب حالا شما این آیکون کوچولو ربط رو چطوری جابجا میکنید؟ شما باید جایی باشید که زیرش این یکی کلیپ وجود داره و روی اینجا فقط با کامند و آلت یه تک کلیک بکنید، به همین راحتی این جابجا میشه. و حالا شما اگر این یکی کلیپ رو جابجا بکنید، این کلیپ به این مسئله، یا مثلا فرض کنید شما اینجا بخوایم به این یکی وصلش بکنیم، شما میان اینجا کامند و آلت و حالا به این یکی وصل میشه.